بسم الله الرحمن الرحیم. اولین برنامه‌ای که می‌خوایم برای هوشمندسازی آشنا بشیم برنامه اسمارت کلاسه. انتخاب این برنامه برای اولین برنامه به خاطر اینه که اول این برنامه بسیار ساده و روان باشد، ثانیاً تمام ابزارهای دیگه‌ای که یاد خواهیم گرفت، تمام منوهایی که مورد نیاز اصلیه در این برنامه کار شده، و دلیل سوم اینه که اکثر مدرسه‌ها این برنامه رو دارن و رو تخته‌شون نصب و باهاش کار می‌کنن. برای نصب این برنامه میتونید از برنامه نرم افزاراتون داخل دیویدی که در همراه این سیدی در اختیار شما قرار داده شده برید برنامه اسمارت کلاس و زینه اسمارت کلاس رو اجرا کنید با زدن نکس. البته اینا نصب برنامه است، اکثریت بلدن، فقط یه یاداوریه. جای نیم یه اسمی رو مینویسید، کمپانی، اسم مدرسه، شرکتی رو مینویسید، با زدن نکس به محل نصب. این به طور پیشواز درایو سیه. میتونید با زدن گزینه چینج محل نصب برنامه رو به درایو دی یا جای دیگه ببرید که جای بیشتری دارید و میخواید نصب کنید، یا میتونید تغییر ندید همون سی نصب بشه. با زدن نکس محل قرار گرفتن چیه؟ میانبر هاست. شما میتونید میانبر فقط برای خودتون قرار بدید، یا با زدن گزینه دوم اول یوزرز، یعنی تمام کسایی که از این کامپیوتر استفاده میکنن روی دسکتاپشون میانبر این برنامه باشه. معلم ها، دانش آموزا، همکارا، فامیلی، چیزی کسی که از این کامپیوتر استفاده میکنه و یوزر داره میتونه استفاده کنه. من همون گزینه اولی رو انتخاب میکنم، زدن نکس، آماده نصب. چون من این برنامه رو قبلا نصب کردم دیگه این برنامه رو چیکار نصب نمیکنم. بعد از نصب برنامه میتونید اون برنامه رو از استارت برید اجرا کنید، و یا اگر روی دسکتاپ میانبرش دارید با دو بار زدن روی اسمارت کلاس میتونید این برنامه رو چکار کنید؟ اجرا کنید. اولین باری که این برنامه نصب میشه شما با سه تا آپشن روبرو هستید. اولی صفحه سفید بزرگی که همون صفحه ای که روش مینویسید، یعنی من الان میتونم کرسرم رو فشار بدم آماده است برای نوشتن، مینویسم بسم الله. خب بس این صفحه، اینه همون صفحه تخته سفیدیه که می نویسید. البته روی این تخته اینایی که می بینید، این الان ساعت 1:42 است، من دارم فیلم برداری می کنم، روی ساعت اینجا نوشته میشه. اینم تاریخه 5/9/2012، امروز چهارشنبه 5/9/2012 من دارم این فیلمو میگیرم. اینم شماره اسلاید هاست. من الان یه اسلاید بیشتر ندارم، نگاه کنید اینجا من کلیک کنم میبینید من اسلاید اولمه. اگر چند تا اسلاید داشته باشم اینجا مثلا مینویسه 1/20، 1 یا مثلا 5/20 شماره اسلاید. اگر اینا اذیتتون میکنه، دوست دارید داشته باشید، میتونید برید از همینجا ابزارها، استارت، تنظیمات سیستم، قسمت other، تیک show information، time information رو بردارید. ببینید من اگه اینو بزنم اوکی دیگه ساعت نمیاد. شماره استارت دارم خواستم، همینجا میتونم استارت، تنظیمات سیستم و other و اسلاید نمبرم میتونم چیکار کنم؟ بردارم که اینجا نباشه. پس اولین صفحه، صفحه چیه؟ صفحه سفید رنگی که روش چیزی رو مینویسید و قرار میدید. دومین ابزار، ابزارهایی که باهاش سر و کار دارید. این ابزارها میبینید همونطوری که میبینید میتونید بالا پایین کنید. چطوری؟ این قسمت لبه، این قسمت کلیک کنید و کرسر شما تبدیل بشه به یه به علامت یه چی کارپرالا. میتونید اینجا مثلا هر کجایی که کلیک کنید، مثلا میخوام من این قسمت چهار پرت تبدیل شد، میتونید بیارید پایین بالا و هر کجا که جلوی دیدتون نگیره و کارها رو انجام بدید، قسمت ابزارهایی که لازم دارید و ببینید. البته با این ابزارها ما بعداً آشنا میشیم، فقط داریم یاد میگیریم که چه ابزارهایی رو داریم. پس یه صفحه سفید داریم و ابزارها، مثلا پاک کن، الان من میخوام اینو میتونم کلیک کنم، پاک کردن همه، بسم الله رم پاک کردم، یا کاری که انجام دادم الان آندو کنم، این چون دیده نمیشه این ابزارمو میارم این ورتر، این گزینه آندو که دیده شد میام یه برگردونه به حالت آندو. خب اینم برنامه ابزارها. قسمت بعدی فهرست یا لیست. ببینید این یه سمت چپ، من اگر روی این فلش کلیک کنم عین برنامه پاورپوینت من اسلایدهای مختلفو دارم اینجا. اگر بیرون کلیک کنم، ببینید یا بیارم بیرون اشاره گرو، این چیه؟ ناپدید میشه. دوباره کلیک میکنم، اگر میخوام ثابت باشه و باهاش کار کنم، این علامت میخمانند پینو میبینید، این پینو یه بار روش بزنید به حالت پونی سر بیاد، دیگه الان از بین نمیره. یعنی من اشاره گرمو بیارم، هر چی هم بنویسم، هر کاری انجام بدم هستش. حالا میخوام اسلاید اضافه کنم، اینجا میتونم بیام اد اسلاید، یه اسلاید سفید، اسلاید دوم اضافه کردم، این اسلاید شماره چنده؟ 2. ببینید اینجا هم نوشته شد، مشخص شد. حالا اسلاید شماره 3، مثلا اسلاید شماره 3 رو آبی رنگ انتخاب میکنم. اگه میخوام قلمم رنگش رو عوض میکنم که مثلا روش
اسلاید شماره 3 اینجا بنویسم، اینجا هم دیده میشه. اسلاید شماره 3، من اسلاید شماره چند هستم؟ 1. شماره اسلاید دارم خواستم ببینم، گفتم استارت تنظیمات سیستم other، شو اسلاید نامبر رو میذارم که ببینید دقیقا من الان 1 از 3 هستم، 2 از 3 و 3 از 3 و میتونم. پس ابزار بعدی سمت چپ فهرست یا لیست ابزار هاست که با زدن این میخ میتونم چیکار کنم؟ اینو از بین ببرم که نمایی بیشتری داشته باشم. دوباره اگر خواستم روی این کلیک میکنم و میتونم روش حرکت کنم و دوباره خواستم ثابت نگه دارم، گفتم روی این پیچه پینه یه کلیک میکنم که با حالت ثابت در بیاد. با ابزارهای مورد، چون اینجا یه سری ابزارهای دیگه هم داریم، خواستیم بعدن آشنا میشیم با ابزارهای مورد این موجود در اینجا هم آشنا میشیم. پس ما الان یاد گرفتیم که 1. صفحه سفید رنگ داریم، یه اسلاید سفید داریم که و قلمی که آماده نوشتنه، حالا رنگمو عوض میکنم، رنگ مشکی، قلمی که نوشتنه، ابزارهای اصلی که باهاش آشنا خواهیم شد و فهرست. این کل کار بعد از نصب که باید آشنا می‌شدید.